نیروهای مردمی با اعلام اینکه با هماهنگی مؤسسه شهدای این کشور در حال تحقیق و تفحص درباره سرنوشت 600 مفقودی جنایت اسپاکر در منطقه کاخهای ریاست جمهوری واقع در تکریت عراق است از کشف بقایای پیکر دویز شهید دیگر این جنایت و ارجاع آن به بخش پزشکی قانونی برای شناسایی هویت آنها خبر داد الکازمی رئیس کمیته یادواره شهدای فاجعه اسپایکر به روزنامه صباح گفت دایره سیانت از قبرهای دست جمعی در مؤسسه شهدا با هماهنگی دایره پزشکی قانونی و تحت نظارت کمیته بین المللی امور مفقود شدگان توانسته بقایای شهدا و مفقود شدگان قربانیان جنایت اسپایکر را در شماری از اماکن حاوی قبرهای دست جمعی در منطقه کاخهای ریاست جمهوری در تکریت واقع در استان صلاح الدین جستجو و تفحص کنند وی با اشاره به اینکه عملیات تفحص قربانیان به شناسایی بقایای پیکر 1200 شهید این جنایت منجر شده که هویت شماری از آنها تشخیص و تحویل خانواده هایشان داده شده از افزود اکنون بقایای پیکر دویز شهید دیگر به دایره قانونی تحویل داده شده که هنوز هویتشان مشخص نشده است به گفته ی الکازمی 600 قربانی این جنایت هنوز پیدا نشده اند و جستجو درباره آنها در محله های مورد نظر و احتمالی ادامه دارد جنایت اسپاکر توسط سنی های تندروی داعش در هنگام اشغال بخش های از عراق انجام شد سنی های تندرو در این جنایت پس از جداسازی دانشجویان شیعه از سنی تمامی دانشجویان شیعه به روش های مختلف وحشیانه به شهادت رساندند این در حالی بود که تمامی این افسران جوان و غیر مسلح بودند